17 اردی به ماه سال 1399 دختری جوان تومه یه تعرض دلخراش سه پسر جوان دیگه میشه و پیگیری این ماجرا توسط ممورای اداره آگاهی منجر به کشف رازهای عجیبی میشه آیدا دختری 27 ساله بود که از شهرستان اسلام شهر برای درس و دانشگاه به تهران نقل مکان کرده بود آشنایی آیدا با چند دختر دیگه باعث آشنا شدن اون با پسری به اسم کیارش میشه اونا رابطه ی خوبی با همدیگه داشتن اما آشنایی آیدا با پسری به اسم افشین باعث جدایی اون از کیارش و در ادامه اتفاقات پیچیده میشه روز 17 اردی بهش ماه در ساعت 12 شب گزارش عجیبی از سوی بیمارستان فرمانیه ی منطقه یک تهران به اداره ی آگاهی همون منطقه داده میشه اونطور که مشخص بوده درگیری میون چند نفر منجر به زخمی شدن سه پسر جوان شده و زاربان این واقعه از صحنه فرار کرده بودند. ممروی اداره آگاهی به سرعت راهی بیمارستان فرمانیه میشن اما از اونجایی که اون سه نفر تحت درمان و معالجه بودن ممروی اداری آگاهی نمیتونن که با اون سه نفر صحبت کنن و از چون و چرای ماجرا با خبر بشن کسانی که اون افراد رو به بیمارستان منتقل کرده بودن توی بیمارستان حاضر بودن و مامورای اداره آگاهی به سراغ اونها میرن تا ببینن که ماجرا از چه قرار بوده اون افراد توی اظهارات خودشون به چیزهای عجیب و پیچیده ای اشاره میکنن و میگن ما خونه یکی از دوستامون مهمونی گرفته بودیم اونجا بسات مشروب خوری و بزن و برقص به راه بود بیشتر کسایی که توی مهمونی بودن رو ما نمیشناختیم و چون که هر کسی توی مهمونی می اومد دوستای خودش رو هم می آورد اما ما این سه تا پسر رو میشناختیم و هر کدوم از اونها با دوست دخترهای خودشون به مهمونی اومده بودن وسط مهمونی یهو این سه تا پسر قیبشون زد و بعد که ما رسیدیم بالای سرشون دیدیم که هر کدومشون چاقو خوردن و آش و لاش افتادن روی زمین نفهمیدیم که چه کسی به اونها چاقو زده و چرا اونها این بلا سرشون اومده بابت همین خیلی سریع هم اونها رو رسوندیم بیمارستان آدرسی هم از خانواده اونها نداشتیم که بهشون خبر بدیم بعد از این اتفاق ما خبری از دوست دخترهای اونها نشد و یه جورایی چون مهمونها ترسیدن همه چی به هم خورد و رفتن خونه های خودشون معمور بخش تحقیق و تجسس به دقت گفته های اون افراد رو ثبت و ضبط میکنه و از اونها میخواد تا بهبود حال اون سه نفر اونها رو به محلی که اون اتفاقات افتاده ببرن و اونها هم این کار رو انجام میدن مامورای بخش تحقیق و تجسس به صحنه جرم میرسن و هنوز خون که در اثر چاقوکشی روی زمین باقی مونده بوده رو اونجا میبینن نیروهای آگاهی تموم محل جرم رو به دقت مورد بررسی قرار میدن اما چیز به درد بخوری رو به دست نمیارن خوشبختانه خونه های اطراف اون محل دارای دوربین های مدار بسته بودن و مامورای بخش تحقیق و تجسس برای اینکه بتونن به مدرک بیشتری دست پیدا بکنن به سراغ اون دوربین ها میرن و از طریق تصاویر ثبت و ضبط شده توسط اون دوربین ها به اطلاعات جدیدی پی میبرن گویا کسانی که اون سه نفر رو زخمی کرده بودن دو پسر جوان دیگه بودن و مشخص بوده که اون افراد مشروب نخورده بودن چرا که به راحتی می میتونستن تعادل خودشون رو حفظ کنن و اون سه نفر رو به راحتی کتک زدن و زخمی کردن اونطور که مشخص بوده گویا قضیه یه درگیری و نزاع ساده نبوده موضوع کمی پیچیده به نظر میرسیده و مفقود شدن دوست دخترهای اون افراد هم باعث پیچیده تر شدن بیشتر این موضوع میشه همزمان با این اتفاقات اما حال اون سه جوان بهبود پیدا میکنه و مامورای بخش تحقیق و تجسس بار دیگه به بیمارستان میرن تا با اون افراد صحبت کنن و دلیل درگیری اونها رو جویا بشن یکی از اون پسرها همون افشین بوده که وضعیت اون نسبت به بقیه افراد وخیم بوده و هنوز شرایطش برای بازجویی و صحبت کردن مناسب نبوده بابت همین موضوع مامور بخش تحقیق و تجسس به سراغ اون دو پسر دیگه میره یکی از اون پسرها که سهيل نام داشته توی اظهارات خودش به موضوعات جالبی اشاره میکنه اون میگه قضیه درگیری و دعوای ما کلا یه قضیه ناموسی بود و همه چی سر یه شروع شد پلیس آگاهی از اون میخواد تا بیشتر درباره این اتفاقات توضیح بده و اون در ادامه صحبت های خودش میگه من و افشین و یکی دیگه از دوستامون که اسمش کامرانه به همراه دوست دخترهامون راهی اون مهمونی شدیم اون مهمونی همه چی اوکی بود اما کم کم من و افشین شروع کردیم به مشروب خوردن و اصلا یادمون رفت که دوست دخترهامون هم با ما هستن و هر چقدر کامران از ما میخواست که ما زیاده روی نکنیم ما اما به حرفای اون اهمیت نمیدادیم و کلا توی دنیای خودمون بودیم ما که حسابی مست شده بودیم یهو کامران اومد سراغ ما و بهمون گفت که چندتا پسر به زور آیدا دوست دختر افشین رو بردن توی اتاق و بهش تعرض کردند. ما وقتی این حرف را از کامران شنیدیم سری رفتیم سمت اون اتاق و متوجه شدیم که کامران راست گفته و اوضاع خرابه آیدا اصلا حالش خوب نبود و بیجون افتاده بود روی تخت و دو تا پسرهایی هم که به اون تعرض کرده بودن توی اتاق بودن ما که مشروب خورده بودیم و دنبال شر درست کردن و دعوا بودیم از یه سمت دیگه هم اونها به دوست دختری رفیقمون دست رزی کرده بودن دیگه نتونستیم تحمل کنیم و افتادیم به جون اون دو نفر از اونجایی که نمیخواستیم توی مهمونی با هم درگیر بشیم رفتیم بیرون از خونه و اونجا چون اون دو نفر حسابی از ما سرحال تر بودن و مشروب هم مصرف نکرده بودن راحت افتادن به جون ما و اول یه دل سیر ما رو کتک زدن و بعد هم به هر کدوممون یه چاقو زدن و فرار کردند. من دیگه در جریان نیستم که آیدا بعد از اون اتفاق چه بلایی سرش اومده و چی شده و حتی خبر ندارم که چه بلایی سر دوست دختر خودم اومده مأمور اداره آگاهی به دقت گفته های رو ثبت و ضبط میکنه و سپس به سراغ کامران میره تا از اون هم پیگیر ماجرا اتفاقات افتاده بشه کامران اما توی اصارات خودش میگه من چون نگران بودم که اگه توی مشروب خوردن زیاده روی کنم بلایی سر دوست دخترامون بیاد و برای اونها مزاحمت ایجاد کنن با بچه همین زیاد نخوردم و از طرفی به اون دوتا هم گفتم که زیاده روی نکنین اما اونها به حرف من اهمیت ندادن و اونقدر خوردن تا حسابی مست شدن من همینطور که داشتم اطراف رو میپاییدم یهو دیدم که آیدا با دو تا پسر در حال حرف زدنه و یهو یه پسر دیگه هم از راه رسید و یه جوری انگار به زور اون رو بردن سمت خواب من چون یکم از اونها عقب تر بودم متوجه نشدم که آیدا با میل خودش رفته یا به زور اون رو بردن اما بعد از حدود نیم ساعت دیدم که یکی از اون پسرها به حالت آشفته و ترسیده زد بیرون و من دیگه مطمئن شدم که یه اتفاقی افتاده و بابت همین رفتم سمت اتاق خواب اونجا دیدم که اونها به آیدا تعرض کردن و بعد هم به افشین و سهیل خبر دادم و با هم درگیر شدیم مأمور اداره یاگاهی گفته های کامران رو هم ثبت و ضبط میکنه و به نظر می رسیده که موضوع کمی عجیب بوده هنوز هم دلیل کارهای اون افراد مشخص نبوده مامور بخش تحقیق و تجسس پرونده رو در اختیار بازپرس مربوطه قرار میده اون بعد از مطالعه پرونده خود شخصا وارد عمل میشه همزمان با این موضوع اما حال افشین بهبود پیدا میکنه و شرایط اون برای صحبت کردن مساعدتر میشه باسپورس به سراغ اون میره و از اون میخواد تا چون و چرای ماجرا رو بازگو کنه اون میگه همه چیز زیر سر اون پسر آشغال و بیشرف کیارشه اون باعث شد که این بلا سر من بیاد و آیدا رو از من گرفت پاسپورس از افشین میخواد تا ماجرا رو بدون هیچ کم و کاستی روایت بکنه اون هم میگه حقیقتش من توی یه مهمونی با آیدا آشنا شدم یه دختر به شدت جذاب و زیبا بود و بد جوری من رو شیفته خودش کرد من همون شب بهش پیشنهاد دادم که با من وارد رابطه بشه و اون هم قبول کرد یه مدت که از رابطه یه ما گذشت من دائم حس می کردم که اون نگرانه و از چیزی می ترس و بابت همین ازش پرسیدم که جریان چی و اون به من گفت که قبل از من با یه پسر به اسم کیارش توی رابطه بوده و اونها از هم جدا شدن اما اون دست از آیدا بر نمی دار و دائم تهدیدش می کنه و حتی چند بار به محل زندگی اونها رفته و آب رو ریزی رو انداخته و دائم بهش میگه که اگه برنگردی همه عکس هاش رو پخش میکنه آیدا خیلی ناراحت و نگران بود و من بهش اطمینان خاطر دادم که هیچ اتفاقی نمیافته و من پشتش هستم اما یه مدت که گذشت درگیری های ما تازه شروع شد ما توی هر مهمونی میرفتیم کیارش هم بود و انگار که ما رو تعقیب میکرد اونجا به من تیکه میپروند و ما چند بار با هم دیگه لفظی درگیر شدیم اما خب کار به کتککاری نکشید اون حتی چند بار جلوی چشم خود من آیدا رو تهدید کرد و گفت که بهش رحم نمیکنه و بالاخره زهر خودش رو میریز و آخر سر هم این کار رو کرد و اون شب از مستی و قفلت من استفاده کرد و آیدا رو برد توی اتاق و بهش تعرض کرد من که آیدا رو توی اون وضعیت دیدم دیگه نتونستم طاقت بیارم با اون درگیر شدم آخر سر هم چون اون هوشیار بود و ما مست بودیم اون با دوستش به ما چاقو زد و در رفت باسپورس گفته های افشین رو ثبت و ضبط میکنه سپس از اون میخواد تا مشخصات و محل زندگی آیدا رو در اختیار اون قرار بده اون هم این کار رو میکنه و سپس باسپورس دستور تحقیقات برای پیدا کردن آیدا رو صادر میکنه اونطور که مشخص بوده هنوز گره هایی توی اون پرونده وجود داشته که فقط به دست آیدا باز می شده همزمان با این موضوع تصاویری که از کیارش و دوست اون از طریق دوربین های مدار بسته به دست اومده بوده در اختیار تیم تشخیص و هویت قرار میگیره. اونها در پی یافتن سابقه اون افراد بودن همچنین اون تصاویر در اختیار تمام مراکز اداری و تجاری و همچنین پلیس های راهور قرار میگیره تا به محض رویت اون دو اونها رو دستگیر و به اداره آگاهی منتقل بکنن اما هنوز خبری از اون افراد نبوده آیدا به عنوان شاهد اتفاقات افتاده دستگیر و به اداره آگاهی منتقل میشه بازپرس از اون جویای اتفاقات افتاده میشه اما اون در کمال ناباوری میگه همچین اتفاقی نیفتاده و اصلا به من تعرض نشده اون افراد هم به اشتباه متوجه شدن اصلا اون دختری که اون افراد میگن من نبودم حرکات بدن و لحن حرف زدن آیدا نشون دهنده ای این بوده که اون سعی در پنهان کردن چیزی داشته با بته همین باسپورس اون رو به پزشکی قانونی منتقل میکنه تا اونها تشخیص بدن که حقیقت چی بوده همزمان با این موضوع اما دوست و همدست کیارش که سامان نام داشته زمانی که توی فرودگاه در حال رفتن به مشهد بوده توسط مامورای نیروی انتظامی حاضر در فرودگاه دستگیر و به اداره آگاهی منتقل میشه باسپورس برای بازجویی به سراغ اون میره و اون بدون اینکه ذره ای چیزی رو انکار کنه با گریه شروع به تعریف کردن داستان میکنه و میگه باور کنین که من بیگناه هم و کل این اتفاقات زیر سر کیارش بود اون بود که من رو مجبور کرد تا این کار رو بکنم سامان در ادامه صحبت های خودش میگه من اصلا در جریان چیزی نبودم کیارش به من و یکی دیگه از دوستامون گفت که قضیه ناموسی و باید بهش کمک کنیم ما هم قبول کردیم و اون ما رو برد توی اون مهمونی و ازمون خواست تا اون دختره رو دوره کنیم و بعدش خودش اومد جلو و ما اون رو بردیم توی اتاق اون یکی دوستمون که اسمش خاشمه وقتی دید اون دختره حالش خرابه از اتاق زد بیرون و فرار کرد اما کیارش اجازه نداد که من برم و به من گفت که باید تا لحظه آخر کنارش باشم همون موقع هم دوست پسر دختر سر رسید و اون اتفاقات افتاد بعد از اینکه ما با اونها درگیر شدیم من و کیارش در رفتیم و اون گفت که بهتر از هم جدا و منم قبول کردم و دیگه خبری از اون نداشتم و خودمم میخواستم برم مشهد پیش فامیلامون که گرفتار شدم باسپورس گفته های سامان رو ثبت و ضبط میکنه سپس اون رو به عنوان مجرم به بازداشتگاه منتقل میکنه از طرفی گزارش پزشکی پزشکی قانونی به دست باسپورس میرسه و اونطور که مشخص بوده آیدا مورد تعرض شدید قرار گرفته بوده چرا که هنوز آثار کبودی و تعرض روی بدن اون مشهود بوده باسپورس این بار با این مدارک به سراغ آیدا میره و از اون میخواد تا بدون ترس و استراب داستان رو تعریف کنه اون شروع به گریه کردن میکنه و میگه همه چی تقصیر خودمه من باعث شدم که این اتفاق برای خودم بیفته و کسی هم مقصر نیست آیدا در ادامه صحبتهای خودش میگه من وقتی که اومدم تهران توی خوابگاه ساکن بودم و از طریق هم اتاقی هم با این دور همی ها آشنا شدم و اولین بار که رفته بودم مهمونی کیارش رو دیدم و ازش خوشم اومد یه جورایی زیادی جذاب بود و من هر کاری کردم که اون رو جذب خودم بکنم و موفق هم شدم و آخر سر اون به من پیشنهاد داد و ما با هم وارد رابطه شدیم من و کیارش توی رابطمون نزدیکی رو هم تجربه کرده بودیم و من دختر نبودم اما خب کیارش زیادی غیرتی بود و اصلا خوشش نمی اومد که من با بقیه در ارتباط باشم و یه جورایی من رو محدود میکرد من از کیارش زده شده بودم و توی همین حین با افشین هم آشنا شدم و چون اون هم وضع مالیش و اخلاقیش از کیارش بهتر بود با اون هم وارد رابطه شدم یه مدت با جفتشون در ارتباط بودم تا اینکه تصمیم گرفتم که از کیارش جداشم. ولی اون بیخیال من نمیشد و همه جا دنبالم بود و تهدیدم می کرد که من رو از ریخت و قیافه میندازه. این ماجراها همینطوری باقی مون تا اینکه اون شب توی اون مهمونی اون اتفاقات افتاد. افشین مشغول مشروب خوری بود و از طرفی منم زیاد مست نبودم. دو تا از دوستای کیارش اومدن سراغ من و اول با هم یه کمی و بش کردن. گوبه خند داشتیم که یهو من دیدم کیارش هم سر رسید. من با دیدنش حسابی جا خوردم اما اون به هم گفت که یه چیزی توی اتاق برام تدارک دیده من اول نمیخواستم که باهاش برم اما اون مچ دست من رو گرفت و من رو به زور برد توی اتاق بعد دو تا دوستش هم اومدن اونها در رو کردن و سه نفری افتادن به جون من و به بدترین نحو ممکن به من تعرض کردن جوری که وقتی کارشون تموم شد من حتی نمیتونستم که از جام تکون بخورم همون لحظه افشین و دوستاش سر رسیدن و من میخواستم که مانع درگیری اونها بشم اما خب اونقدر خودم بدحال بودم که نتونستم کاری کنم اونها رفتن بیرون از خونه و با هم درگیر شدن منم برای اینکه ترسیده بودم که پلیس بیاد و گرفتار بشم و خانوادم بفهمن چی کار میکنم و آبرون بره از خونه زدم بیرون و با همون حال بد رفتم سمت خوابگاه دوستام تا من رو دیدم من رو بردم بیمارستان اونجا هم برام پرونده تشکیل شد اما من نمیخواستم که شکایتی بکنم اما خب الان مجبور شدم که تموم حقیقت رو بگم الان دیگه از حق خودم نمیگذرم باسورس گفته های آیدا رو به دقت ثبت و ضبط میکنه و همچنین شکایت اون رو هم ثبت میکنه آیدا به خوابگاه منتقل میشه و از طرفی افشین و دوستاش هم از بیمارستان مرخص شده بودن اونها هم از کیارش و دوستش شکایت میکنن اما هنوز خبری از کیارش نبوده و مشخص نبوده که اون کجاست و چی کار میکنه حتی خانواده اون هم از اون خبری نداشتن و اعلام کرده بودن که بعد از اون شب دیگه کیارش رو ندیدن تحقیقات برای پیدا کردن کیارش همچنان ادامه داشته تا اینکه اون بالاخره هنگامی که توی بانک در حال خالی کردن حسابهای خودش بوده توسط مامور حاضر در بانک شناسایی و دستگیر میشه و به بازداشتگاه منتقل میشه باسپورس برای بازجویی از اون آماده میشه و اون بدون اینکه چیزی رو انکار کنه میگه من هر کاری کردم و هر بلایی که سر هر کی آوردم حقش بوده کیارش در حالی که سعی میکرده عصبانیت خودش رو کنترل کنه میگه من آیدا رو خیلی دوست داشتم میپرستیدمش اما وقتی که فهمیدم داره به هم خیانت میکنه و رفته با یکی دیگه ریخته روی هم دیگه نتونستم که طاقت بیارم میخواستم که هر جور شده ازش انتقام بگیرم اون یه مدت نسبت به من سرد شده بود و زیاد نه به دیدن من میومد و نه کاری به کارم داشت حتی پیام ها و زنگ های من رو هم دیر به دیر جواب میداد من کم کم بهش شک کرده بودم که داره برام زیرابی میره یه غلط هایی میکنه و بابت همین یه روز جلوی خوابگاه منتظرش موندم و وقتی که اومد بیرون تعقیبش کردم اونجا فهمیدم که داره به من خیانت میکنه اون صحنه برای من خیلی دردناک بود مخصوصا اینکه مادرمم به پدرم خیانت کرده بود بابت همین یه بار زندگی من خراب شده بود من بهش گفته بودم که از خیانت متنفرم اما اون دقیقا از همین راه به من زر بزد من برای اون چیزی کم نذاشته بودم اما اون خیلی راحت من رو گذاشت کنار و منم وقتی رابطهش رو با هم تموم کرد بلکنش نبودم هر جا که میرفت دنبالش بودم و مدام تهدیدش میکردم بهش میگفتم که بالاخره خونش رو میریزم اما اون خیلی به من اهمیت نمیداد و از عمد هر جایی که میرفت با اون پسره بود و من اصلا نمیتونستم اون رو تنها گیر بیارم منم که دیگه طاقت تحمل چنین شرایطی رو نداشتم طی یه نقشه اول به خودش تعرض کردم و بعد هم اون دوست پسر آشغالش رو چاقو زدم من فکر میکردم که پسر مرده و به درک فاصل شده بابت همین میخواستم که از طریق یکی از دوستام قاچاقی برم گرجستان ولی خب گیر افتادم باسپورس گفته های کیارش رو ثبت و ضبط میکنه سپس اون رو به بازداشتگاه منتقل میکنه از طرفی هاشم هم که توی این ماجرا دخیل بوده توسط مامورای اداره آگاهی دست میشه و اون هم بعد از بازجویی به همون حرفهای سامان اشاره میکنه و اون هم به بازداشتگاه منتقل میشه همه اون افراد برای بازسازی اتفاقات افتاده راهی محل وقوع جرم میشن و بعد از اینکه همه چیز رو بازسازی میکنن به زندان منتقل میشن بازپرس پرونده پرونده مربوطه رو به همراه تمامی مدارک و شواهد یافت شده تکمیل میکنه و به قاضی ارجا میده تا زمان و رأی نهایی دادگاه اعلام بشه از طرفی خانواده ای آیدا هم در جریان اتفاقات افتاده قرار میگیره و بعد از فهمیدن اتفاقاتی که برای آیدا افتاده شدیدا عصبانی میشه و اون رو مورد ضرب و شتم شدید قرار میده و اون رو با خودش به اسلام شهر برمیگردونه تا زمان دادگاهش فرا برسه زمان دادگاه بالاخره میرسه افشین به محض دیدن کیارش به سمت اون حمله میکنه و این دو نفر توی دادگاه با هم درگیر میشن که مامورای اداری آگاهی موفق میشن اونها رو از هم جدا بکنن جلسه دادگاه فرا میرسه ابتدا تک تک افراد در جایگاه حاضر میشن و اتفاقات افتاده رو بازگو میکنن کیارش در پایان حرفهای خودش میگه من کاری رو کردم که هر پسر دیگه هم بود انجام میداد آیدا زندگی من رو نابود کرد و باعث شد که من یه آدم سابقه دار بشم و فقط حقم رو از اون گرفتم آیدا و افشین و دیگر افراد با شنیدن حرفهای کیارش و دوستانش اما به هیچ عنوان حاضر به رضایت دادن نبودن از طرفی از اونجایی که تعرض به آیدا نتونست که به مرحله اثبات برسه متاسفانه فقط حکم رابطه نامشروع برای اون افراد در نظر گرفته شده بود و قاضی حکم نهایی خودش رو برای اون سه نفر اعلام میکنه هاشم و سامان و کیارش به دلیل ان... انجام رابطه نامشروع به 99 ضربه شلاق و 3 سال حبس محکوم می‌شود. همچنین علاوه بر این حکم سامان و افشین به دلیل اقدام به قتل و چاقوکشی و درگیری به دو سال حبس و شست ضربه شلاق محکوم میشن و پرونده به پایان میرسه همچنین طبق آخرین اطلاعاتی که از این پرونده در دسته گویا خانواده آیدا به این حکم رضایت نداده بودند و سعی در این بودن که یه جورایی ثابت بکنن که قضیه تجاوز به عنف واقعیت داشته و آیدا بدون رضایت و بدون اینکه خودش بخواد با کیارش رابطه برقرار کرده و کیارش بهش تجاوز کرده برای همین هم خانواده آیدا به حکم اعتراض میکنن و پرونده به دیوانالی کشور میره اما اونجا هم قضات پرونده بررسی های دقیق و موشکافانه انجام میدن و در نهایت اعلام میکنن که مدارک و شواهد کافی برای اینکه اثبات بشه این عمل تجاوز بوده وجود نداشته و همون حکم رابطه نامشروع عملی میشه خیلی ممنونم که تا اینجای پرونده همراه من بودید امیدوارم تونسته باشم پرونده رو به بهترین وجه ممکن براتون روایت کرده باشم همچنین پیشنهاد میکنم این پرونده رو که مربوط به آخرین جزئیات ماجرای اتفاقات وحشتناکی که برای پسری که تو کار عتیق و دزدی بوده میفته و این وسط دوست دختر پیدا میکنه رو تماشا بفرمایید